بیننده عزیز و گرامی ما سوال کرده با شماره مثبت 93 و 4 رقم آخر شمارهشان 1574، گفته که چطور می شود دعا و خیرات ما بر مردگان تأثیر داشته باشه حالان که اونا با تمام اعمال و رفتارشان از بین ما رفته و پرونده اعمالشان کاملا بسته شده، این چطور می تواند تأثیر داشته باشه؟ بسیار عالی، سوال خوبی است که هرچند گاهی پرسیده میشه از ما دوستان ما هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی. ما خدمتتون عرض کنم که گفتن وقتی میمیره پرونده عملش کلا چی میشه؟ بسته میشه. خب بله، پرونده عملش یعنی دیگه نماز خونده نمیتونه، روزه گرفته نمیتونه، تمام کارهایی که انسان زنده انجام میده یا خود انجام داده نمیتونه. البته خب قبلش باز ما یک استثنایی دیگه هم داریم که روایت از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگه که اذا مات المؤمن انقطع عمله، زمانی که مؤمن از دنیا میرد عملش چی قطع میشه؟ خب بله عمل الا من سلاس، بگر سه چیز که او قطع نمیشه. یکی صدقه جاریه. صدقه جاریه یعنی یک کاری کرده که فعلا بعد از مرگش موجوده، مثلا یک شفاخانه ساخته، یک پانتون ساخته، یک دانشگاه ساخته، یک مکتب ساخته، یک لیسه ساخته، مسجد ساخته، وسیله ساخته، این میشه صدقه جاریه. یا یک نهری را آباد کرده، یک چای زده، چای عمیق زده، یک کشاورزی ایجاد کرده. تا زمانی که اینمی موجود است و مسلمانان از این چی میبرن؟ بهره میبرن. خب شما دیدین دیگه ده هم ده تمام کشورهای اسلامی هست وقف هایی که کرده طرف، تا زمانی که موجوده درست خودش رفته، اما این به پرونده عملش همین رقم پشت سر هم دیگه ثواب اضافه شده میره. دوم میفرماید یک علمی که مردم از او نفع ببره، یک کتاب نوشته کرده، یک سخنرانی کرده، بالاخره یک چیزی ازش مانده، یک اثر گرانبهای علمی، یک اثری ازش مانده، یک شاگرد خوبی تربیت کرده که خویی هم تا زمانی که اینمی علم هست و اینمی شاگرد است و مردم بهره میبرن، خویی در خیراتش چی میشه؟ باز است پروندش بازه. و نکته سوم هم که خدا همه از نار قسمت کنه جناب حسینی، واسه مخصوصا برای شما که اولی و دومی رم عنایت کنه، سومی رم عنایت کنه، میگه ولد صالح، یک فرزند صالحی که یدعو له، برای پدر چی کنه؟ دعا کنه، برای پدر خیرات کنه. پس پرونده عملش از او طریق بسته یه. اما ای که من شخصی من برای یک نفر کار خیر انجام میتوم، هم در پرونده عمل خودم ثبت میشه و هم در پرونده عمل از او ثبت میشه. پس ای که پروندهش بسته شده، کارهای خودش بسته شده. البته غیر از ستایی که ما گفتیم. ولی این مساوی با این نیست که کار خیری که من انجام میدم، دعای خیری که من میکنم، خیراتی که من برش انجام میدم، پسرش، دخترش، هر کسی دیگه، این به پرونده عملش اضافه نشوه. نه، این با نص صریح قرآن چیه؟ در تضاد نیست. قرآن میگه سلام علی ابراهیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نور، سلام علی موسی، سلام رحمت، یعنی تحیت الهی. و حال که ابراهیم و موسی و عیسی صلوات الله علیهم اجمعین کل گزینا از بین ما رفته. و قرآن میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب درسته او زمان پیغمبر موجود بوده، ولی قرآن برای عصر پیغمبر که نیست. تا زمانی که انسان در روی کره زمین است، قرآن برای از او است و صلوات بر پیغمبر هم است. و حالا که پیغمبر از بین ما رفته، بالاتر از این جناب حسینی بزرگوار، ما که فقط همین جسم خو نیستیم، روح انسان، او چیزی که مهمه، میگه اون به اصطلاح جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، روح مهمه. پس درسته که بدن ما خاک میشه و بیخی بعضی وقتها ایج میشه، ایج میشه. قبر بعد از یک مدت که بشکاف، اگه شهید نباشی و عالم برجسته نباشی، میبینی هیچ داخل از قبر نیست. تمام شده. پس بنابراین ما تمام جسم نیستیم که میگیم خب بله جسم ما از پیش چشم ما رفت، دیگه روح داریم ما. و این روح ما در عالم برزخه، بعدا باز دوباره همین روح دوباره در این بدن خاکی ما میایه و دوباره چی میشیم؟ زنده میشیم. یک وقتی عرب آمد پیش پیغمبر، خیلی برش تعجب بود، یک استخوان رو پیدا کرد، استخوان بسیار نرم، داستانش در سوره یاسین هست. همین توی استخوان گرفت پیش پیغمبر، خیلی نرم کرد، گفت که من یحیی العظام و هی رمیم. گفت چه کسی ایره پودر میکرد رقم مثلا پودرش پیش پیغمبر میره. گفت چه کسی ره زنده میکنه و حال که رمیمه، این پوسیده تمام شده، رفته دیگه،
پیغمبر یعنی خدای تبارک و تعالی میفرماید که قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو او کسی که مرتبه اول ایرا زنده کرده که هیچ نبوده ایرا دوباره. پس بنابراین روحی داریم، جسمی داریم، تمام اینا برای روح ما میرسه و پرونده ما او رقم مسدودی که به صورت مطلق کاملا بسته شوه نیست. پس خیرات ما به پدر میرسه، به مادر میرسه، به اقربا میرسه، به خویشاوندان ما، دعاهایی که ما میکنیم با اونا میرسه، طلب استغفاری که ما از خدای تبارک و تعالی میکنیم برای از اونا میرسه، زیاراتی که ما میریم برای از اونا چیه میرسه. پس ما فراموش نکنیم. اگر فراموش کردیم، که کاملا نمرده روحش از بله، دمیده شد. اگر فراموش کردیم جناب حسینی و بینندگان عزیز، فراموش بشیم. بله، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید. جهوز جهوز.